بابا جون خسته نباشین، بفرمایید چای. دست شما درد نکنه. نوشه جان. من دلم روشنه بابا. با وکالت این تجریشی این دفعه تو دادگاه سر پدرت بالاست. ایشالله. این خط این نشون اگه ثابت نشه که شهاب تو این دزدی دست داشته، من هر چی کار خیر تو این سالا داشتم همه رو، حالا همه رو که نه، یه بخششو میدم به همیشه. بابا جون دیگه اینجوری هم نیست، نهایتا یه بارنامه رو کوتاه کرده، دزد که نیست دیگه طرف. بله سلام آقای تجریشی. نه. خوب هستین؟ بله. برای عصر؟ چشم، من به پدرم میگم. روزتون بخیر، خدا نگهدار. تدریش خودمون بود. بله. خب که شعب اومده دیگه، الان ببین چند سال براش میبرن. بابا مگه به این سرعت میشه اصلا همچین چیزی؟ گفت عصر بیان آلاچیق جلسه است. نه ایمده جلسه دیگه، چه صیغه‌ایه؟ غلط نکنم این مریم و شهاب وکیلمون خام کردن. من او که فکر میکردم تجریشی خبر از کار جمع میکنه. نه بابا جون این چه حرفی میزنی؟ خب جلسه ساختمونه دیگه، برای قبض آب و برقیه که اومده. بله. خب بس بذار زنگ بزنم هوشنگ بیاد. هرچی بیشتر باشیم بهتره. چه؟ نباید کم بیاریم. هوشی کوشی. جناب مختاری شما به من اعتماد کامل کن. من یه کاری میکنم، هم بیاد پولتونو بده، هم دخترتونو طلاق بده، هم میخواین دخترتونو طلاق نده؟ احسندو باشه، یه کاری میکنم طلاق نده. من تخصصم مهریه و طلاقه. فقط یه خواهش ازتون دارم، اگر امکانش هست شما یه 5 میلیون به حساب من بریزید. 5 برای هزینه تمر و اعاده دادرسی و این چیز. خانم بای دامن، من میخوام برای خودم قهوه تلخ بریزم، شما میل دارین؟ جناب مختاری ببخشید یه سوال، شما به من اعتماد کامل و راسخ دارین یا نه؟ نه؟ چرا؟ حالا اون اتفاق نادری بود که برای هر وکیل زبده‌ای ممکنه پیش بیاد. من که عمدن اون سفته ها رو دور نریختم، که منشی مذهبی شد دور ریخ. بله زنم هم بود. این چه طرز صحبت کردن آقای محترم؟ خواهشاً مؤدب باشین، شما برید همون بیاید، من با تراول شما رو خشک میکنم. بله اصلا هیچ کاری هم انجام نمیدم، خدا نگهدار. میخواین من جواب بدم؟ آره شما جواب بدین، من خود الان خشبینم. با سلام، شما با دفتر وکالت جناب آقای شهاب شبلو، وکیل پایه کارکشته و ذی‌نفوذ دادگستری تماس گرفته اید. ما آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی، اعم از دعاوی خانوادگی، مالی، جنایی به شما. تجریشی هستم. بهش بگید من درگیر پرونده میلیاردی ام، الان نمیتونم صحبت کنم. آقای تجریشی سلام، آقای شبلو الان درگیر یک پرونده چند هزار میلیاردی هستند، اصلا نمیتونن باهاتون صحبت کنن. بله فی‌الواقع آمارشونو دارم خدمتشون. بفرمایید هر وقت از پرونده های چند هزار میلیاردیشون خلاص شدن، یه قبض برق چند هزار تومانی اومده، لطف کنن باید فی‌المدت المعلوم پرداخت کنن. در ضمن جلسه ساکنین باغ انشالله امروز ساعت 5 برگزار میشه. بله حتما بهشون میگم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خانم پاک دامن میگم این آقای تجریشی هم چقدر بیکاره ها، هی انتظار داره ما هر دقیقه بریم تو این جلسات. من که میدونید بسیار گرفتارم دیگه. قهوه‌تون یخ نکنه خانم پاک دامن، دیگه رو تلخه شکرم هست. قهرمان قسمت ما همین آنچه که امروز دارد را اول وامدار بینشیست از خانوانامونه و بعد مدیون تلاش های بیوقفه خودش. شیوه ی از زندگی که به او آموخت شکست را بپذیر، موفقیت و خوشبختی را خودت کسب کن. کوچیک بودم اما خب پسر بزرگ خانواده بودم و کمک پدر میکردم و مخصوصا تابستونا، بلخص تابستونا که کامل کنار پدر بودم. از
دست شما درد نکنه سارا خانم. اینجوری از بچه مراقبت میکنن، منو بگو به تو اعتماد کردم بچه رو سپردم دستت. مامان تقصیر خودش بود، من گفتم نرو زیر اون درخت خطرناکه. حالا بس دیگه توضیح نده. مامان من رفتم زیر اون درخت، هیچ کدوم از اون کلاغا نبودن. آخه حیات به این بزرگی عد باید بری زیر اون درختی که کلاغا عادت دارن اون بالا. ای خدا، میتونیم بریم تو حیات؟ نه خیر، نه خیر، حیات نه، سرما میخوری. بریم تو اتاقتون بازی کنیم. بریم ببینم. تو حیات بازی کنیم. خدا سر کار جوله کشی رفتم. یعنی من که جوله کشی هم مثلا اون موقع مثلا چی می‌نویسی الان تیمو؟ قد کذر چی؟ قاف دال کاف زال قاف. واه چرا مثل توتی حرف میزنی؟ قدرت ریسک پذیری، درک فرصت ها، کنترل درونی ذهن پویا و قدرت تحمل ابهام. اگر میخوای کارآفرین برتر بشی باید این ویژگی ها رو داشته باشی. خجالت بکش مرد گنده، خجالت بکش واقعا. قدرت تحمل ابهام به چه درد زندگی من میخوره؟ به جای حفظ کردن اصول کارآفرینی پاشو برو توی بازار یه دوری بزن ببینم قدرت و تحمل قیمت ها رو داری. ده آخه مرد، پسرت وقت زن گرفتنشه، چشم به هم بذاری، نوبت اون دوتای دیگه هم میشه ها. من دارم تلاش خودم میکنم، تو چرا این چیزای غمناک به من میگی؟ روحیه من رویم حساسه، من نمیخوام به این چیزای بد فکر کنم. همین پریروز داشتم تو آینه نگاه میکردم، پوستم چروکیده شده، همین جا همه چشم میاد، دندونام همه داره میریزه. خیلی خوب دیگه، بس دیگه. آیه یس میخونی؟ ویل کن تو رو خدا. خودت الان شروع کردی. من چقدر بهت گفتم هی اخ نکن، چروع به پیشونی انداز، جاش میمونه دیگه. الان جاش مونده. الان جاش مونده. آره دیگه قشنگ جاش مونده. شبا هنگام منو این آسمان پر ستاره بوته یاسی که از صبح فکر دیدار یاره. به چه عطری چه یاری، به به این زمان زیبا چه دی. چی کار میکنی اشکان؟ تو چی؟ من فقط نتیجه بازی رو میخوام نگاه کنم. خب اسکی، من اینجا دارم شعر میگم. اصلا من نمیفهم کدوم آدم عاقلی ساعت 5 بعد از ظهر میره تو زمین چمن که لگد بزنه به توپ بینوا. مسی الکساندر آرنولد. ساعت 5 بعد از ظهره؟ ساعت مگه برای من مهم اشکان؟ بهت گفتم جلسه ساختمونه امروز. ای بابا جلسه ساختمون نگفتی تو به من؟ کی امروز؟ استرس که میگیره راه میره که استرسش کم بشه. خواهرم چرا خودتو ناراحت میکنی؟ اینقدر هرس نخور، خوب بشین. هرس نخورم؟ هرس نخورم؟ شاگرد اول ابتدایی من از این آقا منظم تره. با این بیخیالیش ما رو بارو به فنا داده. سلام به همگی. جناب آقای جلال، همه دوستان به موقع تشریف آوردن ولی من توقع داشتم شما به عنوان ورثه بزرگتر زودتر تشریف بیارین که بتونیم مسئله رو زودتر باز کنیم. شباب عمر عجب با شتاب می‌گذرد، بدین شتاب خدایا شباب می‌گذرد. من از شما معذرت می‌خوام. آقای تجریشی، می‌دونین بعضی از آدم‌ها هستن که برای هیچ کس و هیچ چیزی ارزش قائل نیستن متأسفانه. آفرین. جوابی که شده دهن. آروم باش هوشنگ. اینا سیاستشونه. می‌خوان عصبیمون کنن. تحریک نشو. عزیزان همه در جریان مخارج قبض‌های آب و برق و گاز مجتمع هستید. علت اینکه امروز اینجا دعوتتون کردم تشریف بیارین اینه که
من فکر میکنم که درسته که اینجا یک باغه، ولی درست مثل واحدهای آپارتمانی احتیاج داره که مدیر ساختمون داشته باشه که به این مسائل برسه و رتخ و فتخ امور رو انجام بده. و مطمئناً اون یک نفر باید یکی از ساکنین همین باغ باشه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه، ولی عمه خانم همیشه تاکید خیلی زیادی توی انتخابات داشتن. آقای تجریشی، لطف کردین که همه ما رو اینجا جمع کردین تا یک مدیر شایسته برای این ساختمون انتخاب بکنین، ولی این جمع ناخالصی داره آقا. یعنی این انتخابات از اساس زیر سواله و غلطه. آفرین. منظور این خانم من بودم، نبودم؟ بله بله، دقیقاً شخص شما رو میگم اتفاقا. بله. اجازه بدید آقای تجریشی من توضیح میدم. ایشون به دعوت من اینجا. مار از پونه بعدش میاد دم لونش سبز میشه. اصلا خودتو ناراحت نکن. مار و پونه ای که گفتیم، مار منظورتون خودتون بودین یا آقا هوشنگ شفاف سازی کنین؟ جناب تجریشی، الان ما اینجا به عنوان دو وکیل معارض در یک پرونده در مقابل هم نیستیم. آفرین. ما اینجا به عنوان اعضای از یک مجتمع در کنار هم هستیم. آفرین. این خانواده کم از این خانواده و رفیق خوابسنگینش ضربه نخورده. هر چی خواهر من عرض میکنه به خاطر سوزش دلشه. این بزرگواران با کمال بی احتیاطی تمام دار و ندار و سرمایه این خانواده رو دود کردن رفت هوا. شما که بهتر از همه خبر دارید. ای بابا، همه ضرر کردن، خود داداش من کم ضرر نکرد. ببخشید، اونی که 5 تومن ضرر میکنه با اونی که 500 تومن یکیه؟ اجازه بدین، اگه شما پول بارنامه رو به حساب مهریه یا اون منشی قبلیتون نپرداخته بودین، این گرفتاری برای ما درسته میشد. میشد؟ خانمم شما کارتون تموم نشد؟ دیرتون میشه ها. جامعه؟ نه نه، ایشون ناظرن، فقط نظارت میکنن. ایشون هم که هم رفیق بنده است، هم مشاور بنده است، هم همقطار بنده است. از برادر به من نزدیکتره. جایی که هوشنگ پشت من وایساده، برادر پشت برادرش وای نمیسته. بله. حضور جناب هوشنگ و سرکار خانم پاکدامن هم مشکلی به وجود نمیاره، چون حق رأی ندارن. نداریم حق رأی. بله متاسفانه. میگم بهتره شما دیگه کم کم تشریف ببرید، چون من اصلا چشم به پستای مدیریتی ندوختم و اصلا واسم هیچ اهمیتی نداره. لابد من چشم به پست مدیریتی این 4 تا خونه بستم. جناب تجریشی، اگر انتخاباتی قرار صورت بگیره باید کاملا شفاف، بی‌طرف و تحت نظارت یک حقوقدان خبره باشه. بله آفرین دایی جان. خب این جایی هم که ما نشستیم تحت نظارت آقای تجریشی دیگه، هم حقوقدارن هم خبره. همه خواهرزاده دارن، ما هم خواهرزاده داریم. تو چرا یه ذره به داییت نرفتی؟ خیلی خب شاب، کافیه دیگه. آقای تجریشی، جلسه در اختیار شماست. خواهش میکنم. هر کدوم از اعضا یک حق رأی دارن که میتونن به کسی که از نظرشون اسلحه هدیه کنن. و داشت یادم میرفت چه کسانی کاندیدا میشن؟ ببخشید، با توجه به سوابق درخشان مدیریتی که همسر من داره و اینو همه هم میدونن، من به نفع خانومم میکشم کنار. قدیمی شده این تریکا، نخنما شده، بابا عوض کن. من خواهش میکنم که نظم جلسه رو رعایت کنید. بفرمایید چه کسانی داوطلب میشن. آقای تجریشی، این آقا نمیتونه کاندید بشه. بله. اصلا کی گفته که هوشنگ کاندید شده؟ ببخشید، شما اگر چشمتون رو خوب باز کنید متوجه میشید که دستشون رو بالا گرفته. بله. برای قشنگیه. او حتما سوال داشته، خواسته بره دستشویی، نمیدونسته کجا بره. آره دستشویی، دستشویی. کجاست دستشویی؟ من میخوام دستشویی کن. وارد معذرت، پشت اون دیواری نرید. دست شما درد نکنه. آی جسد، آی جسد. بفرمایید. شایسته سالاری حکم میکنه که اونی که تجربهش از همه بیشتره بقیه خودجوش به نفعش بکشن کنار. صد البته مسلمه که تجربه و سن رابطه مستقیم دارن. بله شهاب جان، پس اگر اینطوره بهتره که شما مدیریت رو به عهده بگیرین، به خاطر اینکه هم سوادشو دارین هم تجربهشو دارین. به هر حال هرچی باشه خیلی بهتر از آدمای بی سوادیه که از قوانین این ساختمون سر در نمیارن. خواهرم خودت که میدونی من در این ایام به شدت سرم شلوغه. پرونده میلیاردی پشت پرونده میلیاردی، حق و زعمه پشت حق و زعمه، موکل پشت موکل. ولی اگر حضور من میتونه نقطه عطفی بر پایان تمامی این بحران ها باشه، میپذیرم و اکسپت میکنم. حالا همچین وضعیت بحرانی هم نیست که شما بخوای حس تکلیف بکنی. به نظرم همون بشین سر اون پرونده های حل نکرده است که اینجور رو هم تلمبار نشه. چی؟
بحرانی در کار نیست؟ چی میگی آقا؟ دو سال زندگی ما رو هواست، این آقا سال زندگی همه ما رو نابود کرده، بعد شما میفرمایین که بحرانی در کار نیست؟ شما ها چی میدونید از بحران؟ آقایان خانم ها خواهش میکنم، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، من نمیدونم چرا شما از هر چیز ساده‌ای مشکل بزرگ درست میکنیم. میخوایم یک مدیر ساختمون انتخاب کنیم به همین راحتی. پس شما به نفع همسرتون کنار رفتید. بله، با افتخار. آقای تجریشی، من و رعنا خانم که اصلا نامزد نشدیم، یعنی نامزد بودیم اما تا الان برای انتخابات نامزد نشدیم. انشالله حالا بعد این انتخابات برمیگردیم به تنظیمات کارخونه. ببینین جناب، منم ترجیح میدم تو این مسائل حاشیه یه ساختمون دخالت نداشته باشم، بر همین انصراف میدم. بسیار عالی، بسیار عالی. شدیم چهار نفر. چه کسانی کاندید میشن؟ بیار بالا. من انصراف دادم. میگم بیار بالا. آقا انصراف. بیار بالا. احترام به بزرگتر واجبه، وقتی میگه بیار بالا بیار بالا. منو به ملاحظاتی به صلاح شما بکشی کنار. برای چی؟ برای چی این کارو بکنم؟ من اون صحت این مناظره برای من شهود نره. برای اینکه صلاحیت داداشم از تو بیشتره. دستتو بیار پایین، حتما همینو باید بگم. داداشم شد. حالا که اینجوری شد، من تا لحظه آخر وای میسم من میجنگم. بسیار خوب. از این پنج نفر ببخشید آقای تجریشی، من تو انتخاباتی که این آقا جزو کاندیدا باشه من شرکت نمی‌کنم. من به نفع پسرم امیر و برادرم شهاب میکشم کنار. آقای تجریشی، من هم با اجازه بزرگترا به نفع آقا جلال انصراف. چه بیشوری هستی تو؟ چه عجب، بالاخره شما یه جنمی از خودت نشون دادی. برای شروع بد نیست. خواهش میکنم آقا جلال، به هر حال من یه آدم کاملا مستقلم. از کی تو حالا من یه آدم کاملا مستقلم؟ به نفع آقا جلال میکشم کنار. شما اگه قرار باشه به نفع کسی بکشی کنار، به نفع دایید میکشی کنار. روی منو نیار بالا، ببر بالا. احسندم، احسندم. به این میگن نظارت درست در این استقلال. درود بر تو خواهر، درود. تو یک بار دیگه بر همه ما نشون دادی. علارغم میل باطنیم، من به نفع اشکان کنار میکشم. چه؟ تا سیه روز شود هر که در او قش باشد. پس منم علی رغم میل باطنیم. بسیار خوب، کسی دیگه انصراف نمیده، رأی گیری رو آغاز بکنیم. به نظر من یه روز فرصت بدیم بد نیست، به خاطر اینکه بقیه افراد روی برنامه ریزی کاندیدا یه اچافی داشته باشن. چون میدونی تو دنیای امروز به فرد رأی نمیدن، رو اون برنامه و عمل کردی که دارن به اون رأی میدن. با نظر ایشون کسی مخالفه؟ نه. پس فردا همین موقع همینجا رأی میگیریم. عالی، عالی. البته من دیگه زحمت رو کم کنم با اجازتون. میدی؟ بله. در. نه، من راهنماییشون میکنم. بفرمایید. چی فکر میکردم؟ چی شد؟ خیال میکردم همین که تو این عمارت زندگی کنیم تقدیر روی خوبشو به همون نشون میده، اما انگار اختلاف خانوادگی ما داره تبدیل به یه روکمکنی خطرناک میشه. بینندگان عزیز، الان دقایقی از نیمه شب گذشته و اینجا خونه عمه فرنازه. بدا به حال ما که اشکان کاندیدای منتخب ماست. خنده داره، ولی داره خودشو برای یه رقابت سخت آماده میکنه. چی می‌نویسی اشکان؟ یه ساعته برنامه های انتخاباتی مو دیگه. آها، این برنامه انتخاباتیته؟ اگه تو عدد خاصی چیزی به نظرت میرسه بگو بهش اضافه کنم. نه خیلی هم پرپیمونه. فقط ببین، من یه پیشنهاد دارم، زودتر برو انصراف بده تا این دوزار آبره اون نرفته. خوش گذشت. چیکار میکنی اشکان؟ با قلبم ریخ. پشت در بودی؟ اونجا خونمونه، اینم در خونمونه. تو اینجا چیکار میکنی؟ بچه تو خونتون سیسه کارتون خواب گرفتی؟ آقا کارتو میگی یا نمیگی؟ میگم یهو در وا کردی داشتی از سوراخ نگاه میکردی کلنگ. نه نه، من میرم میگم مریم خودش بیا جوابتو بده. آقاتون رو صدا نکنیم، به خودت میگم. بخاطر میگم این برنامه انتخاباتی میمونه، خواستم بدم مرور کنی. از شما در نکن. ببین اون کتاب شاهلی رو خوندی؟ خیر. نخوندی؟ نه. درباره یه شاهیه که قدرت رو میده دست پسراش، بعد اینکه قدرت رو میده دست پسراش، پسراش اینو آواره بیابون کنن. خب به جمالت دیگه همین میخواستم بگم که یعنی
نویسنده منظورش این بوده که پسرها بعد از اینکه به قدرت میرسن اولین کاری که میکنن یا باباشون رو میترکونن یا آواره بیابون میکنن یا هول باقی. حالا با این اوصاف با منی یا بر علیه من؟ الان متوجه نشدم. یعنی آره بابا خطرناکی هستم. الان که اینا رو گفتی دیدم نظرم اصلا با نظر تو یکی نیست. ترجیح میدم بر تو باشم تا با تو. ببین تمی باشه ولی یادت باشه. باشه برو یه لیوان آب بزن حالت باشه. ببین تو زیر گله داغ میمونی ولی زیر حرف نمیمونی ها. با منی؟ اشکان ۶۵۰ میلیون اونم نگرفتش. همچین واقعی نیست. باید با من خشونت بار رفتار کنی.